نمیتونیم به پای عجل بگذاریم. میشه قطعا و به صورت خیلی قاطعانه به عرض کنم خدمتون که بعضی از این حوادث هست که ما به شکل حالات انتحاری تصور میکنیم. از جمله حوادثی است که مثل همین حالتی که راننده 206 ایجاد کرده برای کامیون. شما تصور بفرمایید یک نفر با وزن 70 کیلو سوار یک خودرو شده، این خودرو داره یک حجم و وزنی است، با سرعت مطمئنه بخواد تو معبر حرکت کنه، سرعت 70-80 کیلومتر در ساعت، اگه بخواد با یک مانعی برخورد کنه چه مسئله پیش میاد؟ واقعا چه عواقبی میتونه داشته باشه؟ یا راحت‌تر خدمت شما عرض کنم، دو نفر که در پیاده رو دارن تردد میکنن، اگه با هم دیگه برخورد کنن چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ خب طبیعتاً تو با هم برخورد میکنن، یکیشون پرتاب میشه به یه سمتی یا عذرخواهی میکنن ازش، یا در نهایت اگه با آرامش یه حرف درشتی به طرف میزنه دیگه. ولی در معابر برون شهری مخصوصا که سرعت وسایل نقلیه بالاست، درشتگویی و در واقع عدم گذشت بین راننده ها تبدیل میشه به تصادف، نقص عضو، مرگ، زندان و هزاران جور بدبختی دیگه. این خیلی غم انگیزه به مسی که پشت ماشینای تند روی آخرین سیستم میشیم، پامون رو که رو پدال گاز میذاریم که فراموش میکنیم که رانندگی مطمئن یعنی چی، ایمنی یعنی چی، حقوق دیگران یعنی چی. خیلی غم انگیزه. خواستشو بس میده آتیش به زندگیش میفته.